خسته نشه اینقدر به من نگاه کردی بابا. آدم که از تماشای فرشته ها خسته نمیشه. برو دخترم، مامانت تو کوچه منتظره. برو. بابا شما مامان بدت میاد؟ نه نه، مامانت حق داشت. نگران بود که اگه بخواد برات خواهر یا برادر بیاره مثل من مریض بشه، واسه همین از من جدا شد. برو دخترم. مامان به اصلال میکنه ولی من دلم نمیخواد. چی رو؟ به این آقای مامان باش عرض کرده. بگم بابا بگم. بگو بگو بابا. حالا دیگه بارا دیر شد. بابا آنا دوست دارم. خیالت راحت شد؟ یه ساعت ما رو علاف کردی. خداحافظ شما. شربت تو خوردی مسلم جان؟ بله. شما نگران نباش، برو بخواب، خسته شدی. الهی مادرت بمیره برات. کاش میمردم و همچین روزایی رو نمیدیدم. کاش میمردم. این پوتینا رو چرا دستت گرفتی مادر؟ این لباسا رو چرا پوشیدی؟ جایی میخوای بری مادر؟ با بچه ها قرار دارم. با بچه ها؟ این موقع شب؟ من نمیتونستم از بیمارستان بیام بیام. بچه ها که میتونستم بیام ملاقاتم. آخه این بچه ها فکر مریضی تو رو نکردن که نصف شب باهات قرار گذاشتن؟ اگه یه وقت حالت به هم خورد
من چه خاکی به سرم بریزم. بعد از این همه سال بهش سرای حال دیگه ای داره مادر من. الهی فدات شم، دیگه دنبال من نیا. برو بخواب قربونت. برم بخوابم؟ یعنی فکر نمی کنی که دل مادر پیرت بعد از 4 ماه دوری به همین یه شب خوش بود؟ یعنی حق اینو ندارم که یه شب سیر ببینمت؟ فردا صبح که برگردی بیمارستان باز منم و این خونه خالی مادر. خدا را شکر کن جلوی چشات میزن، وگرنه شما هم مثل من شیمیایی میشد. منو عراقی ها شیمیایی کردن، شما رو غم و غصه ایم. قبول کن دیگه، هرچی جلو چشات نباشم بهتر. بخند دیگه فدات شم. اخ نکن. وقت اذان صبح خودم میام برای نماز بیدارت. برادر خوابالو چاکری برادر مسلم خان سرفزاده اسیرت هم مسلم جون. بنده یک پارچه تعلق خاطر هستم نسبت به حضرت عالی. شما چطور؟ اما یخچه آدم ده میبوسم اون محاسن سیم زرشویتونو. این که نشد که مسلم جون، همیشه خدا دیر دست الحاق میدی، اما وقتی هم که دست میدی همچی مردونشو میدی. تقبل الله. سلام مسلم جون، خوبی؟ یک دقیقه دیرتر اومده بودی رفته بودی. ما ببخشید آقا مرتضی، برو سوار شو. امشب کجا میری؟ زیارت یا سیاحت؟ هر دو. میری ملاقات اصغر، حالش وخیمه، بردنش سیسیو. بچه ها روشن کنید. بچه امشب فقط میریم سی سی و پیش اصغر، بچه های دیگر رو بیدار نکنید.
قربون هیکلت از خرج. مثل یه یل خوابیده رو تن. فدای ابروهای مردمت. درود بی پایان برداشت از خره درازکش. حل نکن قربونه، نفس بکش. پدر عشق بسوزه. ببین با بچه مردم چیکار کرده. از خرجون بخیل نباش، تو که قطع نخوا هستی. یهو قطع نفس کن تا این هورلینای بدبختم یه 2000 کاسب شنده داشت. داشت از خر بالا میپره. گدا گدولهی صحبت نباشه. از خرجون دست بکش از این دنیای کسی. بابا ول کن یقه این بی پی رو. این دنیا زمین خوردت داشت از خر. از این بیشتر بی آبروش نکن. پروا کن اسقر جون، پروا کن عزیزم. یا جده سادات، بچه ها تموم شد بریم. قربونه داشت اسقر جونم، بیا بریم جمع منتظرتم. قرار نشد لهش کنیم، فقط بجویده. خداحافظ میدون انقلاب، منم رفتم. دلم برای همه خوبیات تنگ میشه. خداحافظ میدون پر از خاطره. خداحافظ. دلم برای تنها موندنت میسوزه.
سلام پایگاه مقدار. مایی همون بچه هایی که واسه جبهه جلو جمع می شدیم. یادت متی؟ من همیشه اونجا تو پیاده رو می شستم. قربون این در بسته که در بهشت رو بری ما باز کرد. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام، خواب است و بیدارش کنی، مست است و هوشیارش کنی، گویید فلونی اومده، آن یار جونی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سیه موی تو، سپید روی تو، ببیند برو. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. من برادر سلام علیکم هستم. و علیکم برادران نوربالا. بابا اینقدر به نون در آوردن نچست. مخلص هرچی مرد با معرفت هم. چون شما رو نمیبینه من کمتر حرف بزنم بهتره. یه وقت فکر میکنه باتی کردم هول ولش میداره. استغفر الله، از رسته فرمانده گردانی به رسته شاطری ترقی کردن اصلا قاطی کردن نیست داداش. تو شهادت رو خواستی، خدا هم بهت داد. نوش جونت، من تمام بیشتر، هر چی اون بخواد رو من بره. حسودید میشه؟ تو رو خدا بیای جلوشونو بگیری، نزاش منو ببرن. من غلط کردم، مهرم خور، نامرد و خباز نوزون خور، ولی اومدن منو ببرن. زنم، زندگی، بچه، تو رو خدا دارن منو بیبرن. تو رو خدا بیا نزاری، اومدن منو ببرن. من زن و بچه دارم، بیا جلوشونو بگیری، تو رو خدا نزاری منو ببرن. اومدن منو ببرن، اومدن منو ببرن. مردم خوب میفهمن. چهار تا چماغدار از این ور و چهار تا روشنفکر از اون ور خیلی کوچولوتر هستن که بخوان خدا و پیغمبر رو از این مردم بگیرن. من که خیالم راحت راحت. خب جواد جون، ما باید بریم. وقت کردی یه سر ما بزن. قربونه داداش. شب چقدر موتور سوار. بی خواب شدی اینا ها؟ مگه این همه موتور رو نمیبینی؟ اینا چرا لباس ما رو پوشیدن؟ اینا رو نگاه، چه بازی رو جدی گرفتن. عجب بتونی خرج این مسافرخونه میکنن. روز باید بیای تو این شهر بگردی. بتون که خوبه، بعضی ها یه چیزایی خرج این مسافرخونه میکنن که میشه باش همه بهش رو خرید.
ببخشید میشه ازتون بپرسم یه خانم جوون سه نیمه شب تو این هوای سرد کنار خیابون چیکار بود؟ منم میتونم ازتون سوال کنم یا آقای جوون سه نیمه شب برای چی تو خیابون رو پرسه میزنه؟ خدمت شما عرضم که این آقا اومده یکی از دوستاشو از آسایشگاه ببره خونش. خب این خانم جوونم اومده کنار خیابون که شوهرشو ببینه. تو دست بر نمیداری از این کارات؟ چرا دست بردارم؟ مگه دیوونم؟ آره به خدا دیوونه ای. اگه این دیوونگیه خدا ایشالله همه رو دیوونه کنه تا مثل من کیف کنم. کدوم کیف پروانه؟ بابا برو شوهر کن. شوهر؟ مگه ندارم؟ این ماهی خودتو تو آینه دیدی؟ داره رنگ و آبت بر میگرده. پس فردا دیگه شوهر گیرت نمیاد. یه شوهر گیرم اومده برای هر دو دنیام بسه. چرا نمیخوای قبول کنی پروانه؟ تو فعلا تو این دنیایی، باید ازدواج کنی، بچه دار بشی، بچه ها تو عروس کنی، نوه دار بشی، مثل همه کیف کنی از این چیزا. من همه این کیفا رو با دیدن تو میبرم. اونم چه کیفی؟ حتی به قیمت اینکه در و همسایه و برادر خواهرات به چشمه دیوونه بهت نگاه کنم. نگاه دیگران برام مهم نیست، فقط نگاه منتظر تو برام مهمه. که تو دروازه اون دنیا چشم انتظارم بایستادی. نگاهی داری تو. لا اله الا الله. بچه ها منتظرم، اجازه مرخصی میدی؟ دوستت دارم قد همه آسمونا. ما بیشتر خداحافظ. Thank you.
مسلم جان خداحافظ. یعنی چی؟ شرمنده. یعنی من نمیتونم بیام؟ اجازه ندادن. یعنی موقع تو هنوز نرسید. کجا میری بی معرفه؟ اینجوری رفیقتون رو جا میذارید و میرید؟ آره؟ چرا وایسادی؟ آره؟ من بدبخت بیچارم بی ارزم آلودم واگیر دارم. آره؟ شیمیای گناه و معصیتم. نفسم مریضتون میکنه. بایدم منو جا بذارید و برید. بایدم از من فرار کنید. شما پاکین عزیزین، آبرومندین، سالمین، اما من جزام گناه سر تا پامو گرفته. مگه نه؟ یه مرداب خوشگینم. اما نامردا، منم یه زمانی مثل شما زلال و جاری بودم، پاک بودم، کنارتون بودم، رفیقتون بودم. اگه همه اینا نبودم، بابا نوکرتون که بودم. یادت مرتضی؟ یادت تو عمو دکوه؟ یادت چند بار کیسه کشیدم به سر؟ اصغر یادت برات پوتیناتو واکس میزدم؟ رضا تو بابا من کمک دیروار چیت بودم. حالا ببینین ببینید رفیقتون توی این شهر شلو جا مونده داره زیر دست و بله میگه. میخوای مسلمم بلتنگ رفت دارم. مسلم دلش رو تو مشت حسین گذاشت و رفت. دیگه دلی نداشت که تو غربت کوفه بگیره یا تنگ بشه. اگر مسلمی چرا تسلیم نیستی؟ اگر دل دادی چرا بی دل نیستی؟ دلم گرفته مرتضی، دلم گرفته. نامه چرا توی این شهر هیچ کدوم چشمامو روشن نمی کن؟ این همه چشم توی این شهر مرتضا هیچ کدوم دلمو گرم نمی کنه. مرتضا اینجا همه می دونن که زنده بمونم. هیچ کس نمی دونه که زندگی کنه. این شهر همه شده زمین.
دیگه آسمونی نداره این شهر. من دلم آسمون میخواد مرتضی، آسمون. وقتی دلت آسمون داشته باشه، چه تو چاه کنعان باشی چه تو زندان هارون، آسمون آبی بالا سرت. از کجا این آسمون پیدا کنم مرتضی؟ فقط چشماتو باز کن تا آسمون چشمای صاحب تو بالا سرت ببینی. زمین و آسمون از چشمای اون نور میگیرن پسر. چشماتو رو خودت ببند مسلم، ببند. اجازه دادم که تو هم بیا. آماده ای؟
چقدر هوا آفتابی است. همینجا بودیم، سه گردان خسته و گشنه و تشنه و زخمی این وسط زمین گیر شده بود. چپ و راستمون رو عراقی ها بسته بودن، از دو طرف نعره تانکاشون شنیده می شد. بیرون این کانال هم آخر دنیا بود. فقط این کانال بود که مثل تخت پاره ای وسط اقیانوسی از آتیش به بچه ها پناه داده بود. فقط این کانال بود. اول نقطه سیاه بود، وقتی اومد بالا سرمون دیدیم هلیکوپتره. یهو همه جا سیاه شد، بارون سرب داغ بود که گوشت و استخون بچه ها رو تیکه پاره میکرد. بچه ها فقط پرپر میزدن، تیکه تیکه میشدن و پرپر میزدن، جزغاله میشدن و پرپر میزدن، چشماشون رو میبستن و پرپر میزدن، اشهد میگفتن و پرپر میزدن، لبخند میزدن و پرپر میزدن. زمین و زمان پر شده بود از پر. بس که بچه ها پرپر زده بودن. ببخشید. یا علی. من برم برمیگردم. تا نور هست یه پلان از اینجا بگیر. اینجا فیلم برداریه. اومدم تو کادرم. کات کن. اینجوری خوبه؟ مگه عکس یادگاری میخوایم بگیریم؟ ببینم آقا، از بچه های روایت فتح هستیم. آره؟ به خدا به هوای این پایین هم خوبه، هم برای شما هم برای این دوربین که 2000 آفتاب لازم داره. حالا نمیشه سر دوربینو بچرخونید سمت ما؟ نمیذارم ما کاسب شیم. به خدا ما یه خاطرهای عجبه داریم که عمرن هیچ کسی جلوی دوربین نگفته. نور داره میره، یه جور بیارشون پایین تا من این پلان آخر بگیرم. اگه داداشای گلم از اون تپه بیان پایینو بذارم ما این پلان آخره بگیریم، من بهشون قول میدم فردا صبح ازشون فیلم میگیرم و تمام خاطراتشون هم ضبط میکنم. آخه عقبی، فردا ما نمیتونیم بیای، خانوم بچه ها منتظرم. داداشون از دستت میره ها، بذار قدر یه پلان واسه تعریف کنیم. باور کنید که نمیشه، تا چند دقیقه دیگه نور میره، اون وقت تو تاریکی که نمیشه فیلم برداری کرد. همین چند دقیقه یه خاطره کوچولو، به خدا عشق میکنی. به اصطلاح ما شهیدای زنده ایم نوکرتم، اینطوری دل ما رو نشکن، تلافی میکنیم رفیق. از دست شما، فقط 3-4 دقیقه ولی تصویرتون تاریک ضبط میشه. همونجا روی تپه بشینید، مدیوم دوتاشونو ببند، من خودم میرم جلو صداشونو میگیرم. نور چی؟ پلان آخر رو نمیگیری؟ اونو فردا میگیرم، تا نور هست کات نده، بذار تعریف کنم. خب ما در خدمت شماییم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من مصطفی حسینیه، اسم رفیقم مرتضی گل محمدیه. داشتم میگفتم فرمانده گردانمون بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. میگفت اگه توی شهر همه فقط دنبال منفعت خودشون باشن، اون شهر میشه جنگل، هر کسی چای میندازه تو سفره بغل دستیش برای یه لقمه بیشتر. میگفت اما جبه برعکسه، هر کی بیاد توش
اول باید ساک منافعش رو بذاره زمین و جونش رو بگیره کف دستش. برای همین جبهه عین یه باغ پرنده درست میکرد. این پرنده ها هم با این سنگرا یه بهش ساخته بودن. وقتی داشت شهید میشد گفت این دنیای جنگلی بمونه دست اهلش و این بهشت باصفا هم مفت جنگ ما. اینو گفت و چشاشو بست. جنازش هم همونجا موند. زیر اون آتیش جنازه خیلی آجام بود. آویلایی شده بود از بارون گلوله و خونپاره. زمین چسبیده بود به آسمون و صورت آسمونم غرق خون بچه ها. قیامتی بود اون روز. دیاف افتاد، کات کردم، تصویر دیگه تاریک شده. ببین، از این به بعدشو باید بشنوی. نور رفته، دیگه نمیشه گرفت. دستت میره آخوی. بابا شما یه پا شاعری دا، خیلی به درد ما میخورید. ما در به درت ایم داداشون، شما هم به درد ما میخورین. ببین، ما آوازم بلدیم ما. دم غروبه خیلی حال میده. دیگه نور رفته. خب بچه ها الان کجا دارید میرید؟ فردا صبح حتما باید ما بقیشو تعریف کنید. این دورو برایی خدمت میرسیم. آقا فردا تلویزیون ما رو نشون میده دیگه نه؟ حتما، اما فردا نه. پس خداحافظ. آوازم بمونه برای فردا. خداحافظ. حیف که صداشون رو نمیشنیدی. چرا؟ شنیدم. از اون فاصله؟ آره، از اون فاصله. اصلا به قیافه‌شون نمیومد. هیچ خبری ازشون نیست. به بچه ها سپردم اگر پیداشون کردن بفرستنشون پیش ما. آقا جون حرکت کنیم، داره دیر میشه. تا منطقه درگیری گروهان قمر بنی هاشم 4 کیلومتر راهه. تمام مسیرم آلوده است. وجب به وجبش پر از مین خونسا نشده است. باش، حرکت کن. شرمندم دوباره یادآوری میکنم، فقط پاتونو جای پای من بذارید. جنازه! اینجا جنازه است! بیاین اینجا!
15 نه 19. آره آره بگو. مرتضی گل محمدی، نام پدر ابراهیم، مصطفی حسینی، نام پدر علی. باشه بگو. مرتضی گل محمدی، نام پدر ابراهیم، مصطفی حسینی، نام پدر علی. آره نوشتم. اسمم مصطفی حسینیه، اسم این رفیقم مرتضی گل محمدیه. اینجوری خوبه؟ مگه عکس یادگاری میخوایم بگیریم؟ معذرت میخوام، ببخشید، میشه یه بار دیگه اسامی رو بخونین؟ جنازه‌ش هم همونجا مون. اینجوری خوبه؟ به خدا عشق میکنی. آشناتون بودن؟ به سلام و شهیده زنده نو کردن اینطوری دل ما رو نشکن. همین چند دقیقه یه خاطره کوچولو. حالا نمیشه سر دوربینه بچرخونید سمت ما؟ نمیزنم ما کاسب شیم. فیلمشون، فیلمی که ازشون گرفتیم. خبارو موتور برق روشن کن. اینا چشون شده؟ جان باعث آتش میشه. برو واسه شون چای بذار. آروم میشه، نگران نباش. خوبه، نگه دار. بعد از این پلن همون پلنه. زمین و زمان پر شده بود از پر. از که بچه ها پر پر زده بود. یا علی، کوشن، این همون پلانه؟ آره همونه. پس چرا هیچکی نیست؟ پلان بعدی رو بیار، همون که دوتایشون رو رسی حرف زدن. یعنی چی؟ چراغ گاد خالیه؟ تو مطمئنی همون پلانه؟ آره بابا همون پلانه، برداشت دیگه ای ازش نداشتیم. برای اطمینان اینم آخر پلان. آخرش باید هوا یواش یواش تاریک میشه. ببین شاید بعد از این پلان باشه. نه این فرداشه.
دنیا هیچی نمیمیره، همه زندن. چشم بیدار این زندگی رو میبینه، چشم خواب اصلا. همین دوره برایی خدمت میرسیم. شما هم به درد ما میخوریم، تلافی میکنیم رفیق. اینو گفت و چشاشو بست. همونجا بایستاده اون دختر کوچولوه، دو ساله هر وقت با قطار میرم جبهه میبینمش درست همین شکلی. از چرا مثل بقیه گلاشو نمیپوشه؟ اون
گلاشو همین جوری میده، بابتشون پول نمیگیره. بچه همینجوری وایستاده منتظر تا بچه ها برن کنار. برن کنار؟ برای چی؟ واسه این که اون آدمی رو که دنبالشه پیدا کنه. خب مگه کیو میخواد پیدا کنه؟ اون آدمی رو که قرار شهید شه. چی؟ یعنی چی؟ میدونی؟ این دختر کوچولو تا حالا به هر کسی که گل داده اون آدم شهید شده. تا کی دخترم؟ بس دیگه، کنار ریل از سرما کباب میشی یا؟ یادت پارسال چه بلایی سرت اومد؟ قطارشون فقط 2 ساعت دیر کرد، سینه پهلویی کردی که 1 ماه تموم از جا بیرون نیومدی. بس دیگه، تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟
چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟ عزیزم، دختر گلم، نازنینم، خدای مهربون بابا جونو برده پیش خودش. اینو بفهم، اینقدر با من لجبازی نکن، اینقدر خون به دل مادرت نکن. وقتی بچه ها اونجوری نگات میکنن از جیگرم کباب میشه. بس دیگه، باور کن که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده، باور کن که بابا رفته پیش خدا. کاش که تو ببینه. باشه عزیزم، باشه، ببخشی، غلط کردم. هر کاری دوست داری بکنه عزیز دلم، اما چشم راه بابات نباش، چون اون دیگه از جلوه بر نمیگرده. سوز داره، میگم بریم بهش کمک کنیم. کی گذاشته بهش کمک کنیم که این دفعه دومش بشه؟ آخه اینجور که داره گل میچینه یه ساعت دیگه هم تمام نمیشه. اگر این دفعه سینه پهلو کنه کارش ساخته است. وای، مشرایم وانتش فروخته، فرسال ماشین به دادش رسید. خودتو چند بار واسش گل چندی و گل رو دستی کرده باید برگردون؟ اون تای گلی رو خودش انتخاب نکنه، با دسته خودش هم نچینه دلش راضی نمیشه. تو این سرما، این موقع شب، آخه تو این ظلمات کی میره کنار ریل که تو میخوای بری دختر جان؟ ها؟ جواب بده. آخه تو این تاریکی و سرما کدوم رزمنده راضی میشه که تو واسش گل ببری عزیزم؟ ها؟ کدوم رزمنده؟ آسمون رو نگاه کن، تا نیم ساعت دیگه برف میگیره. چرا انقدر منو عذاب میدی دختر؟ برو این گلارو بذار سر جاش بگی بخواب، خدا دیگه نا ندارم. چند بار بهت بگم بابا دیگه نمیاد، شهید شده، رفته پیش خدا. دست از این کارات وردار، زلم کردی. الهی فدات شم، فردا صبح برو قربونت برم، این گلارم بده به من.
فقط تا نیم ساعت. اگر قطارشون نیومد بر میگردی. من از پشت پنجره نگات میکنم، اگر برف گرفت خودم میام بر میگردونمت. باشه؟ فقط تا نیم ساعت. سلام خانم کوچولو، دست گله تو به من میدی؟ باشه، عیب نداره، ولی بیا بیا عزیزم، بیا ببین دست گله تو به این آقای میدی؟ خانم کوچولو، آب باریکلا، اصلا خجالت نکش عزیزم، اگه دوست نداری دست گلتو بهش نده، ولی اون خیلی دوست داره که تو رو ببینه. بیا عزیزم بیا. روغایی روغایی جان